سلام خداوند مهربان، با تقدیم السلام حضور دانشجویان گرامی سمستر چهارم دانشکده اقتصاد پوهنتون جامی. در هفته چهارم قرار داریم و دومین جلسه از مضمون اساسات تمویلر آغاز میکنیم. اما قسمی که در سلایدهای قبلی هم یادآوری کردم، در هفته گذشته ما وارد دومین فصل چپتر درسی خود شدیم که عنوان اصلی ما تمویل کوتاه مدت شرکت های سهامی هست. این چهار نکته اهداف در هفته گذشته راجع به صحبت کردیم و قسمت از فصل دوم ما در جلسه قبلی ارائه شد و باقی مانده فصل دوم در این جلسه انشاءالله ختم میکنه. یکی دیگه از شیوه های قرضدهی بانک‌های تجارتی به شرکت‌های سهامی قروض تضمینی موجودی گودام هست. من در درس‌های قبلی هم یادآوری کردم که بانک‌ها ممکنه قرض‌های با تضمین بدن، یعنی دارایی‌های ثابت‌تر مانند جایدادهای غیرمنقول به ضمانت بگیرن، یا در بعض مواقع ممکنه قرض‌های بدون تضمین به شرکت‌ها بدن. در بعض حالات میتونه بعضی چیزهای دیگه هم تضمین قرضه قرار بگیره که در این درس ما و شما موجودی گودام به عنوان تضمین قرضه میتونه واقع بشه. اگر شرکت ها از شیوه های دیگه نتونن قرض بگیرن، یکی از شیوه ها هم همی هست تا موجودی گودام رو به عنوان تضمین قرار بدن. شرکت ها معمولا شرکت های تولیدی اکثرا گودام های بسیار کلانه دارن و تولیدات خود به این گودام ها ذخیره میکنن و آرام آرام به فروش میرسه. بنابراین میتونه به عنوان ضمانت برای قرضه ها باشه. البته بانک ها هم این گودام ها رو بررسی میکنن و امتعه که در گودام ها هست میبینن که آیا این امتعه است که زود فاسد میشه یا نه، یا از لحاظ سلیقه آیا مود و این چیزا زود از بین میره یا نه. در صورتی که بانک ها اطمینان حاصل کنن که این موجودی گودام ها میتونه یک تضمین قوی برای قرض از اونا باشه، حاضر میشن که به شرکت ها قرض بدن و موجودی گودامر به عنوان تضمین قرض در نظر بگیرن. در این صورت، در صورتی که قرارداد عقد شد، اگر گودام در محدوده خود شرکت باشه، تحت اختیار شرکت باشه، شاید بانک تقاضا کنه که این گودام انتقال پیدا کنه به تحت اداره یک نهاد ثالثی. نهادهایی هستن که خدمات گودامداری ارائه میکنن. شاید شرکت بخواهی که اجناس تولیدی، البته بانک بخواهی از شرکت که اجناس تولیدی خود در فلان گودام یا اون شرکتی که کار گودامداری انجام میده در اون نقطه ذخیره کنه تا تحت اداره بانک باشه، یعنی از اداره شرکت بیرون بشه. اگر این اتفاق نفته، ممکنه که در یک مکان دیگری در ساحه خود شرکت یک محل دیگه احداث بشه و به عنوان گودام در نظر گرفته بشه تا از اختیار کامل و 100% شرکت بیرون بشه، چون و بانک بتونه اطمینان کنه. در این صورت در چی گودام در یک مکان دیگر تحت اداره یک نهاد ثالث باشه و چی در محدوده خود شرکت، زمانی از گودام جنس خارج میشه که پول از او پرداخت بشه، چون این اجناس همه در تحت ضمانت بانکی قرار داره. بنابراین بدون پرداخت پول از گودام جنس خارج شده نمیتونه. این یکی از انواع قراردادهای قرضوی بانکهای تجارتی میتونه باشه. یکی دیگه از راه های تمویل قرضه های تجارتیه. قرضه های تجارتی به مانند فروش به وعده یا فروش مدت داره که ما و شما هم معمولا در بازار میبینیم که بین تجار و کسبه این شیوه رواج داره. فروش کالای یک شرکت به شرکت دیگر به شکل فروش مدت دار یا فروش وعده. مثلا اجناس فروخته میشه، تا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه یا کمتر یا بیشتر مبلغ از او دوباره پرداخت میشه. این طریق هم میتونه یک طریقه تمویلی باشه. مثلا شرکتی
و مواد خام نیاز داره، میتونه مواد خام از یک شرکت دیگر خریداری کنه یا از یک تولید کننده مواد خام یا ارائه کننده مواد خام میتونه خریداری کنه، ولی پول از اون طی چند ماه پرداخت کنه. عوض که پول نقد پرداخت کنه میتونه از این شیوه استفاده کنه. این نسبت های زمانی معمولا به این شکل بیان میشه، یکی end of the month که مخفف یو ای هست، ای او ام از ای حروف گرفته میشه، یعنی وقت جنس فروخته شد در ختم ماه ای مبلغ پرداخته میشه، middle of the month که در وسط ماه پرداخته میشه، و یا receipt of goods یعنی زمانی که اشیا دریافت شد پول از او باید پرداخته بشه. البته ای آخری که فروش نقدیه، ای هم حد اکثر تا 10 روز پرداخته میشه، با وجود که فروش نقدی نام داره اما طی 10 روز پرداخته میشه. اضافه در از 10 روز اگر باشه میره به طرف فروش های نسیه که به این شکل یا به این شکل دیگه بیان میشه. معمولا زمانی که شرکت ها فروش های نسیه دارن، در پهلوی فروش های نسیه امتیازات دیگری یا شرایط دیگری در نظر میگیرن که مشتری حاضر بشه پول از اینا رو زودتر پرداخت کنه. مانند این موارده که شما اینجا میبینیم، در صورتی که به این شکل باشه، دو ده خالص سی روزه، ای به عنوان یک فرمول به همی شکل ارائه میشه. مفهوم همی شکل که شما اینجا میبینیم ای از که فروش به قرض سی روزه، در صورت پرداخت طی 10 روز 2% تنزیل قیمت. شما اینجا وقتی که میبینیم 2-10 خالص سی روزه، یعنی فروش اصلی نسیه به شکل سی روزه. اگر کسی از شرکت خرید میکنه میتونه که در بعد از سی روز پول پرداخت کنه. اگر خریدار حاضر شد که طی 10 روز از روزی که جنس خریداری کرده حد اکثر الی 10 روز اگر پول پرداخت کرد، از مبلغی که در بل فروش ذکر شده 2% این شرکت حاضره که بر از او تنزیل قیمت بده. و معمولا از این روش ها استفاده میکنن، در صورتی که نیاز به پول نقد داشته باشن شرکت ها از این شیوه ها هم استفاده میکنن، که اینا نسبت های زمانی قرض تجارتی میگن. وقت نسبت های تجارتی قرضهای تجارتی از طرف شرکت ها اعلان میشه، معمولا هم مشتری ها میتونن محاسبه کنن که چقدر مصارف به اونا مصارف متحمل میشن و همچنان شرکت ها. مثال قبلی ما و شما داره، در صورتی که گفته بشه که خب فروش ما سی روزه، در صورتی که طی 10 روز مشتری پول به صورت نقدی پرداخت کنه 2% بر از او تنزیل داده میشه. مشتری میای پیش خود حساب میکنه که اگر همین معامله رو انجام بده و طی 10 روز بیایه پول پرداخت کنه، از لحاظ فیصدی ریب در طی یک سال ای چی فیصدی ممکنه نشان بده. در صورتی که از تنزیل اعلان شده توسط فروشنده استفاده گردد و مبلغ قبل از موعد پرداخت گردد، میتونه توسط فرمول زیر مصارف مؤثر را محاسبه نمود. فرمول داریم EC که Effective Cost مفهومی هست. این مثلا میشه به فیصدی تنزیل بر 100% منفی فیصدی تنزیل. کسر ما ضرب کسر دومی ما 365 بر مدت قرضه منفی روزهای تنزیل. این فرمول قطعا یاد بگیریم، از این فرمول استفاده میکنیم و از قرضه های تجارتی میایم فیصدی اینا رو محاسبه میکنیم که اگر از اینا استفاده بشه در طول یک سال این چقدر فیصدی ممکنه نشان بده. سوال قبلی ما داشته محاسبه نسبت 2-10 خالص سی. اگر این محاسبه کنیم، البته مفهوم از این شما میفهمیم، فروش نسیه به سی روزه، اگر طی 10 روز نقدن پرداخت شد 2% تنزیل داره. همین ارقام رو میایم داخل این فرمول میگذاریم. فیصدی تنزیل ما در اینجا است 2%. اگر نقد پرداخت کنیم 2% حاضر شرکت تنزیل بده.
خب ای فیصدی ای صد که ثابته منفی باز هم فیصدی تنزیل همون 2%. ای حد اول ما قیمت گذاری شد. میایم رو حد دوم 365 ای ثابته روزهای یک ساله. مدت قرضه ما اینجا چنده؟ 30 روز. یعنی مدت قرضه منظور مدت نسیه 30 روزه هی. و ته چند روز گفته بعد پرداخت کنیم؟ ته 10 روز که روزهای تنزیل در روز نه در اکثر ته 10 روز بعد پرداخت بشه. بنابراین شما این قیمت ها رو داریم هر دو حد قیمت گذاری شد و وقتی که اینا محاسبه از اینا انجام بدیم مثلا میشه به 0.3724 وقتی که به فیصدی تبدیل کنیم میشه 37.24%. این عدد که به دست آمد چی نشان میده؟ این عدد نشان میده که اگر کسی بیایه از این 2% تنزیل استفاده کنه و پول نقده پرداخت کنه طی یک سال منفیت از او 37.24% میشه. یعنی اگر قرضه بانکی ارزانتر از این مبلغ برای کسی پیدا شه برای همون مشتری مثلا به 10%, 15%, 20% قرضه بانکی برای از او پیدا بشه و همچون معاملات هم بتانه انجام بده در اون صورت بهتره که قرضه بانکی بگیره و پول این شرکت رو زودتر پرداخت کنه و از این تنزیل مستفید بشه. چنانچه اینجا میبینیم که در طول یک سال 37.24% میشه. اگر هم چون معاملات مؤثر باشه و قرضه بانکی هم کمتر از این فیصدی حداقل مثلا 10-15 یا 20% مؤثر باشه بهتره که او مشتری قرضه بانکی بگیره و بیای با این شرکت همچنان معاملات انجام بده و از این منفعت بالا استفاده کنه. در پهلوی بانک های تجارتی در اکثر کشورها شرکت های تمویل تجارتی هم وجود داره که برای شرکت های دیگه قرضه اعطا میکنن. این شرکت ها نسبت به بانک ها متفاوتن. یعنی این شرکت های تجارتی بدون مشخصات بانکی یعنی خاصیت بانکار ندارن. از لحاظ حقوقی بانک نیستن شرکتن ولی وجوه نقد در به اختیار تصدی ها قرار میدن. اینا معمولا به چند شیوه میتونن که قرضه در اختیار سایر شرکت ها قرار بدن. یک تنزیل حساب طلبات، دو اعطای قرضه به اساس گیروی ماشینالات و موجودی گدام و سه تمویل فروش ماشینالات و تجهیزات صنعتی و تجارتی که پرداخت آنها بعداً صورت میگیره. در صورتی که شرکت ها نیاز به قرضه داشته باشند و از بانک ها نتونن بنا به دلایل مختلف قرض بگیرن میتونن که به این شرکت ها مراجعه کنن و به یکی از شیوه هایی که این شرکت ها پول به قرض میدن از اینا قرض کنن. تنزیل حساب طلبات معمولا حسابات طلباتی که این شرکت ها دارن اونا را از اینا خریداری میکنن با تنزیل. همچنان که گیروی ماشینالات و موجودی گدام طبقه که بانک ها هم به این شرکت ها قرض میدادن این شرکت ها هم میتونن قرض بدن و تمویل فروش ماشینالات تجهیزات صنعتی و تجارتی در این صورت میتونن که بر از اینا ماشینالات اینا رو خریداری کنن به اختیار این شرکت ها قرار بدن و پول بعداً دریافت کنن. این شرکت ها در امریکا بسیار از خدمات بانکی رو انجام میدن خصوصا در قسمت تمویل خدمات و تمویل موجودی گدام. خصوصیت اصلی از اینا به عنوان شرکت از لحاظ حقوقی اما فعالیت‌های قرضه دهی مانند بانک ها انجام میدن. از اون جایی که این شرکت ها بانک نمی باشن یعنی شرکت های تجارتی هستن در قسمت تعیین نرخ ربا بلند هم دست بازی دارن. هرچند بانک ها یک مقدار محدودیت دارن نظارت های دولت و بانک مرکزی اونا رو مکلف می سازه که مقید می سازه به نرخ های بانکی اما این شرکت ها چون وابسته به مقررات بانکی نمی باشن به آسانی می تونن نرخ بلندتر روی قرضهای خود محاسبه کنن و معمولا شرکت ها هم وقتی که از طریق بانک ها با نرخ ربا پایین تر نتونن قرض بگیرن به طرف این شرکت ها روی میارن. سرمایه این شرکت ها از سرمایه مالکین
و فروش اسناد قرضه تشکیل میشه. یعنی زمانی که شرکت ها تأسیس میشن، مالکین شرکت ها هم سرمایه گذاری میکنن و اینا چون شرکت تجارتی هن میتونن اسناد قرضه هم نشر کنن و دست به افزایش سرمایه بزنن. بانک ها هم به این شرکت ها قرضه میدن و پایه ربح قرضه که به شرکت ها میدن بسیار بالا نمی باشه. معمولا با پایه ربح تجار عمده یا شرکت های عمده برای از اینا هم قرضه میدن و اینا منابع تمویلیه که این شرکت ها قادر میسازه تا به سایر شرکت های سهامی قرض بدن. همچنان مؤسسات مالی غیر بانکی مثل بیمه و امثال هم یا بعضی از شرکت های تجارتی و صنعتی وقت مبالغ اضافی دارند در اوراق قرضه ای شرکت های تمویل تجارتی سرمایه گذاری میکنند و این حساب این شرکت ها در قسمت منابع تمویلی دست باز دارند و مبالغ زیاد سرمایه جمع آوری میشه و با آسانی میتونند به سایر شرکت های سهامی قرض بدن. همچنان شرکت های تمویل تجارتی در بازار اجاره هم فعالن. بعضی از تجهیزات میتونن که به سایر شرکت ها اجاره بدن، یعنی تجهیزات خریداری کنن و این تجهیزات به شکل اجاره‌ای به اختیار سایر شرکت ها قرار بدن. یکی دیگه از شیوه های تمویلی شرکت های سهامی کار با وکلای فروشه. یک وکیل فروش چه کسی هست؟ وکیل فروش معمولا نهادیه که تمام طلبات شرکت خریداری میکنه و مسئولیتی رو میپذیره و پول طلبات به این شرکت میپردازه، ولی خود وکیل فروش طلبات رو جمع‌آوری میکنه. مثلا شرکت 10 میلیون دلار طلبات داره جنس فروخته برای مردم، این طلبات برای وکیل فروش میفروشه، 10 میلیون خور از وکیل فروش دریافت میکنه. البته وکیل فروش در مقابل این کار اجرت هم دریافت میکنه و اگر پول پیشکی پرداخت کنه ربح دریافت میکنه. مثلا اگر 10 میلیون دو ماه بعد حاصل بشه، وکیل فروش بابت ای که دو ماه قبل پول پرداخت کرده بابت این دو ماه ربح دریافت میکنه، یک مثلا، و نقطه دوم اجرت هم دریافت میکنه. پس بنابراین وکیلای فروش کسانی هم که طلبات شرکت ها از شرکت ها میخرن و پول به شرکت ها پرداخت میکنن. این کار شرکت ها قادر میسازه که از نقدینگی بالاتر برخوردار بشن. یعنی قبل از اینکه طلبات خور حاصل کنن پول را از وکلای فروش به دست میارن. خب در این صورت شرکت ها اسناد فروش به وکیل فروش تسلیم میکنن و وکیل فروش هم مسئول جمع‌آوری طلباته. قبل از این که طلبات جمع‌آوری بشه وکیل فروش گفتیم که پول برای شرکت پرداخت میکنه. اگر موافقه بین شرکت و وکیل فروش صورت گرفت، در اون صورت وکیل فروش تعیین میکنه که باید به کدام مشتری ها جنس فروخته بشه و به کدام مشتری ها جنس فروخته نشه. برای از این که اگر مشتریان بدبده باشن و مشتریان که اعتبار از اونا کم باشه، بازی دردسر متوجه وکیل فروش میشه. به اون خاطر در تعیین مشتری هایی که شرکت باید به اونا جنس بفروشه وکیل فروش نقش داره. مبلغ اجرت وکلای فروش هم اما قسمی که بیشتر گفتم شامل دو عنصره. یکی ربح مبلغ پیش پرداخته و دوم اجرت خدماتی که برای جمع آوری طلبات او انجام میده که بین 0.75% الی 1.5%. همچنان وکیل فروش حدود 5 الی 15% مبلغ طلبات نزد خود نگه می‌داره تا برگشتی هایی که اگر اتفاق می‌افته از او عیار کنه. مثلا اگر 10 میلیون طلبات باشه، بین 8 تا 8.5 میلیون ممکنه یا تا 9 میلیون وکیل فروش به شرکت پرداخت کنه، حدود 1-2 میلیون نزد خود نگه داره تا اگر برگشتی از طلبات صورت می‌گیره با اینا او مطابقت بده و از او محاسبه کنه. در پلوی شرکت هایی که نیازمند پولن، بعض وقتا شرکت هایی که نیازمند پولم نباشن جمع آوری طلبات خور
به وکیل فروش واگذار میکنند. به خاطر جمهوری طلبات خود یک دردسره و این مسئولیت را میسپرند به وکیلای فروش، چون وکیلای فروش در این قسمت تخصص کسب میکنند، شاید راحت تر بتوانند که طلبات را جمعوری کنند و شرکت هایی که این کار انجام میدن از قسمت جمعوری طلبات خود الجمع بشن و فکر و ذکر نام متوجه سایر فعالیت های شرکت نام شن. و در بعض از موارد تصدی ها به دلیل ای که وکیل اگر طلبات خود وکیل فروش بدن مصارف داره و یا ای که نزد مردم به عنوان ضعف مالی تلقی میشه. به این دلایل بعضی از شرکت ها کار با وکلای فروش نمیپسندن و خود از اونا برای جمع آوری طلبات خود میپردازن. این خلاصه ای بود از معرفی وکلای فروش و نحوه کار با وکلای فروش. البته شما متوجه شدیم که اصل هدفی بود که شرکت ها بتانن به نقدینگی زودتر دست پیدا کنن. جنس به نسیه فروختن، وکیل فروش حاضر میشه که پول را نقده پرداخت کنه و بعدا خود وکیل فروش میفهمه و کسانی که مشتری شرکت هست. این هم یکی از شیوه هایی بود که شرکت ها میتونن دست به تمویل بزنن. هفته دوم ما در این قسمت ختم میشه و این دومین جلسه بود مربوط به هفته دوم. ما شما تا این قسمت 4 هفته از درس ها انشاءالله پیش بردیم و هفته پنجم انشاءالله در هفته بعدی آغاز میکنیم. تا او زمان خداوند یار و یاور شماست.